بسم الله الرحمن الرحیم. ما از جلسه قبل به دنبال حل مسئله کنترل هازارد ها بحث برانچ پردیکشن رو مطرح کردیم و برانچ پردیکشن ها رو تقسیم کردیم به دو دسته مهم، استاتیک و داینامیک. امروز یه مرور کوچک مجددی هم به برانچ پردیکتور های استاتیک خواهیم داشت، ولی قبل از اون میخوام به صورت خیلی در واقع ریاضی مجددا نشون بدیم که چرا برانچ پردیکشن اهمیت داره و چرا برانچ پردیکشن خصوصا تو سیستم های سوپر اسکیلر مطرح میشه. من بحث اجرا به شکل سوپر اسکیلر رو تا با هم دیگه صحبت نکردیم. توی پایپلاینی که تا به حال هم ساختیم فقط یه برآورد داشتیم که ابتدای کار دیدیم که هر برنچی میتواند تا 3 کلاک برای ما پنالتی داشته باشه و آمدیم تلاش کردیم این 3 کلاک رو به 2 کلاک هم کاهش بدیم. به عبارت دیگه در مقابل دیتا هازارد ها که عمده اونها قابل رفع هستند و تحت این عنوان کلی که ما ابزارهای مختلفی استفاده خواهیم کرد که در ادامه دست دوباره بهش برمیگردیم که پایپلاینمون رو هرچه بیشتر و بیشتر پر نگه داریم و در واقع اجازه ندیم که دیتا هازاردها کار ما رو خراب بکنه. کنترل هازاردها به خاطر ماهیت داینامیکشون و اینکه در وسط کار تکلیف کار مشخص میشه و ما در ابتدا هیچ گونه اطلاعی از برخلاف دیتا هازاردها که وابستگی ها رو میدونیم وسط کار مشخص می شود که برانچ تیکن هست یا تیکن نیست، برانچ برای ما همیشه یک تونه خسارتی داره. برانچ پردیکشن توی پایپلاین تک مسیری که تا به حال برخورد کردیم 2 کلاک 3 کلاک هزینه. بیایید فعلا بپذیرید بدون وارد جزئیاتش بشیم که ما می توانیم با به موازی کشیدن این مسیرهای پایپلاین در واقع instruction per کلاکمون رو که الان با این پایپلاین سقفش یکیست، یک دونه دستورالعمل در کلاک بتونه انجام بشه، بتونیم افزایش بدیم. این شد فرهنگ سوپر اسکیلر که چگونه عمل میکنه. گفتم ما بعد از اینکه این برانچ پردیکشن رو تمام کنیم دوباره برمیگردیم به اون، ولی الان من احتیاج دارم که فرض بکنم که ما یه ساختار سوپر اسکیلری داریم که فرض بکنید آی پی سیش instruction per clockش بیش از 1 و میخوام بحث در واقع خسارت کلی برانچ پردیکشن رو، در واقع برانچ میس پردیکشن رو، اونجایی که اشتباه میکنیم رو در این دو تا با هم دیگه مقایسه کنیم. لذا بیاین فرض بکنیم در پیاده سازی شماره 1 آی پی سی ما مساوی 1، این هستش instruction per clock، این هستش clock per instruction مساوی 1. در حالت شماره 2 یک دونه ساختار فور وی سوپر اسکیلر رو نگاه میکنیم که در این صورت instruction per clockمون مساوی 4 یا clock per instructionمون مساوی است با 25. بیاید چند تا فرض رو در نظر بگیرید. اینی که میس پردیکشن توی برانچ چقدر پرفورمنس ما رو میندازه برمیگرده به چند تا پارامتر. 1، اول از همه این که برانچ ریتمون چقدر، یعنی از هر چند تا دستور یه دونه شدن برانچ بر اساس نیچر این که بر اساس طبیعت این که داریم چه برنامه ای رو اجرا میکنیم، یه برنامه بیشتر کنترلی است یا یک برنامه بیشتر عرض به خدمت شما محاسباتی است، این عدد متفاوت. ولی این برانچ ریت میتونه به راحتی یه چیز حدود 1/4 باشه. برانچ ریت توی بنچمارک های مختلف از 5-6% شروع میشه، گاهی اوقات تا 30% هم افزایش پیدا میکنه. من اینجا برانچ ریت رو یه مقدار دارم بالا میگیرم. فرض بکنید که میس پردیکشن ریت هم
برابر 20% باشه. ما برای میس پردیکشن ریت 20% حداقلش این است که امروز دوباره آمارها رو میبینیم، حداقل به شکل استاتیک نتونستیم این عدد رو برسیم. در واقع صحتمون اونجایی که استاتیک گرفتیم always not taken 40% بود، یعنی 60% میس پردیکت میکردیم. اونجایی که always taken گرفتیم 60% رو با 40 تا اشتباه میکردیم. لذا میس پردیکشن ریت 20% یک دونه پردیکتور نسبتاً خوب تا یه زمانی است که در مورد اون زمانی که این نقطه عطف میشه امروز صحبت خواهیم کرد. و فرض بکنید که میس پردیکشن پنالتیمون باشه 3 کلاک، یعنی پیاده سازی اولی که تو میپس دیدیم که ما اگه بفهمیم اشتباه کردیم بایستی 3 تا دستور رو بریزیم دور، 3 کلاک یا 3 دستور رو باید دور بریزیم. در اینجا چه اتفاقی میفته؟ زمانی که خط پایپلاینمون در واقع سوپر اسکیلر وقتی که سوپر اسکیلر نداریم و یک تونه پایپلاین داریم، ما در 25% موارد در 1/4 موارد که ریت برنچ های ماست 20%شون میس پردیکت میشن، پس 1/5شون دارن به ما این ضرر رو میزنند، 80%شون ضرر نمیزنند. اینجا هم حرفمون این است که 3/4 دستورات از دستورات غیر برنچی هستند که از بدترین شرایط دیتا هازارد دارن، اما تونستیم همش رفع بکنیم. در اینجا 80% پردیکشنمون درست بوده، پس هیچ چیز از تو پایپلاین فلاش نمیشه. و در 1% در 1/5 موارد داره به ما 3 کلاک خسارت میزنه. این میشود 15%. یعنی ما به طور متوسط 0.15 کلاک داریم به خاطر میس پردیکشن برنچ هامون خسارت میدیم. درسته؟ در این صورت سی پی آی که تا به حال مساوی 1 بود میشود سی پی آی که در واقع برنچ ها رو در نظر نگرفته، به علاوه 0.15 آنچه که خسارت ناشی از برنچ های میس پردیکتده، سی پی آی من از 1 میشود 1.15. این در صورتی که پایپلاینمون یه دونه باشه. ولی اگر همین محاسبات رو این در حالت شماره 1، ولی در حالت شماره 2 چه اتفاق میافته؟ در حالت شماره 2 من کماکان برنچ ریتم 1/4. سلام، حال شما خوبه؟ بله بفهم خواهش. توی دونه سوپر اسکیل 4 مسیره با این فرض که ما بتوانیم این رو دائما پر کنیم، این فرض یه مقداری عادلانه نیست ولی با این فرض دارم صحبت رو میکنم، ما ریت برنچ هامون 1/4، ریت میس پردیکشنمون 1/5، تعداد کلاک تلفاتمون 3 تاست، ولی 3 کلاک 3 دستور از تمام این 4 مسیر خارج میشن. یعنی 12 دستورالعملی که دارن در حال اجرا هستن من مجبورم خط بزنم. لذا عددی این به عنوان سوپر اسکیلر در اینجا نقش ایفا میکنه، این ان وی سوپر اسکیلر. این محاسبه خیلی ناعادلانه است، برای اینکه مشخصا اگر ما
برانچ ریتمون 1/4 باشه نمیتونیم 12 تا دستوران دپلای داشته باشیم. این اینجاش اشکال وجود داره. ولی این اصلا برای یه انگیزه دیگری محاسبه شد. لذا در این صورت اینجا خسارت ما چقدر میشود؟ خسارت ما میشود 6/10. ما 6/10 کلاک داریم تلفات میدیم. این 6/10 کلاک به چی اضافه میشه؟ سی پی آی من برابر است با 25/100، یعنی نسبت داره با 1/n به علاوه 6/10 می شود 85. یعنی در یک تون سوپر اسکیلر n مسیره افت در واقع افزایش سی پی آی و کاهش پرفورمنس، چون سی پی آی ما هر چقدر پایین تر باشه وضعمون بهتره دیگه، تعداد کلاکایی که به خرج میکنیم کمتر. افزایش سی پی آی ناشی از میس پردیکشن از یک طرف متناسب با انه، در حالی که مقدار قبل از در نظر گرفتن پنالتی با 1n متناسبه. لذا شما میبینید که با یه شرایط نسبتاً ساده ای آنچه که اینجا باعث شد 15% پرفورمنس ما کاهش پیدا کنه، این تقریباً باعث شده است که سوپر اسکیلر 4 مسیر ما تقریباً بشود یک تونه پایپلاین تک مسیر. معنی حرف چی است؟ معنی این حرف این است که ما تا زمانی که در حال استفاده از پایپلاین های نان سوپر اسکیلر بودیم برای برانچ پردیکشن هزینه کمتری میکردیم و الان شما آماراشو میبینید. ولی زمانی که درگیر سوپر اسکیلر ها هستیم بایستی برای برانچ پردیکشن خیلی هزینه بکن که میس ریتمون و میس پردیکشنمون برسونیم به چند درصد دیگه. عددهای 40%، 60%، 70% صحت و 10-15-20% میس پردیکشن اصلا برای ما چی؟ اصلا برای ما قابل قبول نیست. و این دقیقا اتفاقی است که در صنعت افتاده که شما تا زمانی که پردازنده های تک پایپلاین داشتین ولو عمیق، ببینید یه چیزی مثل پنتیوم عمق پایپلاینش حدود 13 تا استیج، تو بعضی از پیاده سازی ها چون آرکیتکچرهای خاصی در تاریخ های مختلف داره عمق پایپلاین تا حدود 30 استیج هم رفته، یعنی اون زمانی که در واقع معروف است به زمان جنگ گیگاهرتز که اینتل و AMD صرفاً به دنبال این بودن که عددهای گیگاهرتز بیشتری رو به من و شما خریدار تحمیل بکنند، صرفاً با افزایش عمق پایپلاین تونستن این فرکانس رو برن بالا. ولی پردیکتورهاشون پردیکتورهای لزوماً خیلی خوبی نبود، 7-8-10-15 تا کلاک خسارت می‌زد. ولی وقتی وارد دنیای سوپر اسکیلر شدیم مجبور بودیم فکر این باشیم که چی؟ مجبور بودیم فکر این باشیم که صحت کارمون به مراتب بیشتر بشه. اجازه بدید یه سری آمار رو نگاه کنید که من جلسه قبل به صورت دستی نمایش دادم ولی جزئیاتش رو امروز بیشتر ببین. این ستون صحت برانچ پردیکشن ماست. بعضی وقت بهش میگیم پردیکشن هیت. اینجا الگوریتم های به کار رفت است. معیارمون چیه؟ مشخصا روی اسپک اینت 92. اسپک اینت یه مجموعه بنچمارک هایی است که از نظر جنسیتی جنس اینتیجر داره، بار محاسباتیش کمتره
و درصد برنچه توش بالاتر. در مورد این جلسه قبل صحبت کردیم، توی Always Not Taken این پردازنده ها عددمون حدود 40% بود. یعنی چی؟ یعنی مسیری که ما توی پایپلاین فقط قابلیت فلاش کردن رو اضافه کردیم، هیچ پردیکشنی انجام نمیدادیم. در واقع گفتیم که ما فرض میکنیم برنچمون رخ نمیدهد، لذا همینجور دستورات بیان، اگر دیدیم اشتباه کردیم فلاشش میکنیم، حذف میکنیم. 60% اشتباه داشتیم، ولی هیچ کدوم از این پردازنده ها عمق پایپلاین قابل توجهی نداشتن. این R3000 تقریبا شبیه همین میپسیست که شما باش کار کردید. موارد مشابه هم پردازنده های با عمق پایپلاین 6 7 بیش از اینها نبود و همشون هم در واقع هیچ کدومشون هم سوپر اسکیل نبود. Always Taken آمد این 40% رو که از 60% چون بنچمارک همونه دقیقاً بایست این دوتا مکمل هم دیگه باشن، کاملا روشن. جلسه قبل صحبت کردیم در یه جایی ما علاقمند بودیم در واقع حدس بزنیم که کدوم از این برنچ ها ناشی از لوپه، کدوم از این برنچ ها ناشی از غیر از لوپ هاست، لذا بیاییم تفکیک بکنیم بین اونهایی که بکواردشون تیکنه فورواردشون نات تیکن. این عدد صرفاً افزایش پیدا کرده به حدود 65-66%. اگر بیایم بسپاریم به کامپایلر، در واقع دستورات برنچ و برنچ لایکلی رو اضافه کنیم که مشخصاً پاور پی سی 601 603 پاور 2 i960 و R4000 از این خانواده هستن که شما دستورات برنچ و برنچ لایکلی رو دارید که برنچ عادی فرض میکنه نات تیکنه و برنچ لایکلی فرض میکنه تیکنه و کامپایلر بر اساس تحلیلش یا بر اساس پروفایلینگ بر اساس این دوتا توانسته است این عدد رو به 75% برسونه. عددا اصلا خوب نیست تا زمانی که پایپلاین 5-6 تا استیج باشه، خسارتش محدوده قابل قبول، ولی برای یک کار بزرگ اصلا عددا خوب نیست. اولین جایی که داینامیک برنچ پردیکشن بود جایی است که ما بیایم و یک بیت بر اساس برنچ قبلی بر اساس تیکن نات تیکن برنچ قبلی این رو تصمیم بگیریم. اینی که اینجا نوشته شده یک بیت هیستوری در واقع بر این فرض است که سابقه رو حفظ کنیم، سابقه رو اعمال کنیم. اگه قبلی تیکنه اینم تیکن پردیکت کنیم، اگه قبلی نات تیکنه این رو هم نات تیکن پردیکت کنیم. یه سوال مهم مطرح می‌شود که حجم این جدول چقدر باشه. بر اساس اینکه این جدول 10 بیت پی سی رو بگیریم یا 11 بیتش رو بگیریم، شما این دو تا عدد رو می‌بینید که پردیکشن حدود 80% و میس پردیکشنمون 20%. یعنی نگاه کنید، من تازه به اینجا که آمدم به عدد میس پردیکشن ریت 20% رسیدم. یعنی اولین جایی که داینامیک کردم یک بیت گذاشتم که دستم به 20%. یعنی کل وضعیت استاتیکا پایین‌تر. اینی که من گفتم این محاسباتمون کمی ناعادلانه است، نه سر ریت 1/4 و نه سر 3 کلاکش و نه سر 20%. اینی که ما این رو توی سوپر اسکیل اعمال کردیم یه مقدار ناعادلانه بود که ما فرض کردیم که کل فورویمون پره. دو تا کار می شود کرد. یکی این است که ما بریم پروفایل بکنیم، یعنی بر اساس اینکه کد رو چندین بار اجرا کنیم برنچ ها رو تخمین بزنیم و جاش یک دونه دستور برنچ یا برنچ لایکلی بگذاریم. دو این است که کامپایلر وقتی فور رو می نویسه حلقه فور رو یه جوری کامپایل بکند که در نقطه خودش بر اساس یه سری قواعد کلی بیاد و چیز بکنه و بیاد اونجا رو برنچ و برنچ لایکلی بگذاره. بین این دوتا اینجا تفکیک نشده، ولی یه اختلاف خیلی کوچیکی وجود داره. یعنی حتی پروفایلینگ کد هم این عدد رو یه جزئی جابجا می‌کنه. من حدس می‌زنم که این کامپایلر دایرکتد توش پروفایلینگ نیست، فقط داره بر اساس قواعد کلی لوپ و غیره خود کامپایلر تصمیم می‌گیره. اگه این پروفایل بشه یه جزئی افزایش بده، ولی این کار استاتیکه. یعنی نهایتاً توی هاردویر ما همین رو داریم. انتظار داشتم مثلا اگر برای چند بیت استان شده بود از مثلا دوست داریم یه بیت بیشتر بهتر کار کنم.
اشکالش میدونین چیه؟ تفاوتش میدونین چیه؟ تو یک بیت شما جنستون داینامیکه. یعنی شما تو یک بیت جنستون داینامیکه. لذا هیستوری رو به یاد، به خاطر میسپرید و بر اساس اون عکس العمل نشون میدید. ولی توی تو یک پروفایلینگ نهایتاً تصمیمتون یکیست. دقت میکنید؟ لذا از این بابت خیلی توقع این که این بالاتر از یک بیت رو داشته باشه نباید داشته باشه. تو یک بیت ما خیلی حساسیم به اتفاق قبل. حالا مشخصا مثالی که زده میشه برای این چیه؟ برای این است که شما وقتی دو تا لوپ تو در تو دارید، فور آی مساوی 0 تا 100 آی پلاس پلاس، فور جی مساوی 0 جی تا 100 جی پلاس پلاس، این لوپ فور لوپ رو جی رو نگاه کنید، این قرار است 100 بار تیکن باشه، یک بار نات تیکن باشه، یا 99 بار تیکن باشه، یک بار نات تیکن باشه. چه جوری کد بنویسیم؟ یکی از این دو تا پیش. اگه تو یک بیت باشیم هم ابتدا هم انتها اشتباه میکنیم. ولی اگر این رو دو بیت باشیم، اصطلاحا خیلی زود سردیمون نکنه و زود گرمیمون نکنه، این امید رو داریم که در 100 تا فقط یک بار اشتباه کنیم. یعنی فرضمون برای این باشد که این داخل لوپ هستیم، لذا سر لوپ که داریم خارج میشیم یک بار این اشتباه رخ داده. لذا هیستوری دو بیت به عنوان یک تونه کانتر سچوریتینگ، این عدد هستش در واقع مثبت 2 یا منهای 2، مثبت 1 یا منهای 1، آنچه که تا حالا تیکن شده آنچه تا حالا نات تیکن شده با اون اتوماتیک کشیدیم، عدد این گونه است. از جدول خیلی کوچیک 256 تایی تا جدول خیلی بزرگ 4 کی ما این ریتمون افزایش پیدا کرد. تحلیل های وجود دارد که حتی اگر ما این 4 کی در واقع این سایز این خطر رو داره که برنچ های در آدرس های مختلف در یک نقطه بیفتن و با هم دیگه کانفلیکت بکنن و پردیکشن ما رو خراب بکنن. ما نمیتوانستیم پردیکشن تیبلمون رو به اندازه همه مموری بسازیم، چون این برای اینکه این فرایند یه فرایند فوق العاده سریع است، در مرحله فچ همراه پردیکشن همراه فچ شدن لود میشه و اگه قرار باشه خود لود شدن یه کار سنگین باشه کل سیستم رو میخوابه. طبیعتا ما سر لوکیشن های این بین آدرس های مختلف رئیس داریم، در واقع دو تا آدرس، دو تا برنچی که احتمالاً در جایی قرار بگیرن که لو بیت 8 بیتشون یا 12 بیت پایینشون با هم دیگه مساوی باشن میافتن تو یک جا، لذا تیکن این برنچ دومی رو برنچ اولی اثر میذاره و غیره. این طبیعت مسئله است. پس طبیعتاً با افزایش این ما این افزایش رو داریم، ولی تحلیل های وجود دارد که حتی اگر ما با دو بیت هیستوری این عدد رو به سمت بی نهایت هم ببریم خیلی افزایش نخواهیم داشت. لذا تا زمانی که ما میخواییم روی 2K بمونیم، تجربه نشون داده یه چیز حدود 4K، حد اکثر 16K دیگه سختش. تا اینجا میبینید که ما عددمون هنوز زیر 90%. این پردازنده ها بعضی هاشون سوپر اسکیلر هستند، اگه اشتباه نکنم پنتیوم یه دانه 2-way یا 3-way، R10000 به همین ترتیب، پاور پی سی هم دقیق نیست آنچه که تو ذهنم یا حدس می‌زنم که اینا هر کدومشون حداقل دو تا مسیر یا سه تا مسیر پایپلاین. این است که لازم است اندیشه متفاوتی تو این دیدگاه تو این قضیه انجام بشه. کاری که انجام شده، من قبل از اینکه پیش برم دوست دارم یه چیز دیگه هم به شما نشون بدم. بعضی ها تلاش کردن که وضعیت پردیکشن رو با این اتومیت هایی که اینجا هست بهبود ببخشن. لذا شما قسمتی از لیترچر رو میبینید که دارن تلاش میکنن که این استیت ماشین رو عوض کنن. این استیت ماشین تک بیت ماست. اگر تو نات تیکنه و نات تیکن رخ داده همینجا وایسا، این دیده میشه دیگه، درسته؟ اگر تیکنه و دست و جاری هم تیکنه اینجا وایسا، به محض یک نات تیکن و به محض یک تیکن تغییر وضعیت بده. به شکل دو بیتش این وضعیتی است که ما اینجا داریم. نه،
ببخشید اینجا این آپ داون کانتر سچوریتینگ 2 بیت. اگر ما نات تیکن هستیم حتی با یه تیکن کماکان تو نات تیکن وای میسیم، دو تا تیکن بایستی پشت سر هم رخ بده تا بیافتیم تو حالت تیکن. اینجا یه دونه تیکن هنوز ضعیفه، اگه یه تیکن دیگه بیاید میشود تیکن قوی که برای خروجش دو تا نات تیکن میخوایم. اگر توی تیکن ضعیف باشیم با نات تیکن برمیگردیم تو نات تیکن ضعیف. بعضی ها این دو بیت رو سه بیت هم کردن که در واقع خروج از تیکن نات تیکن با یه مقدار اینرسی بیشتری انجام میشه. دیگران تلاش کردن این اتومیتا رو عوض بکنند که هر کدوم با انگیزه های خاصی هستند. فرضاً این اتومیتا رو نگاه کنید، خروج از نات تیکنش سریعه ولی ورودش با یه فاصله زیادی انجام میشه. من احساس میکنم، یعنی اگه من تحلیل بخوام بکنم، بیشتر فکر میکنم این برای لوپ درست شده که خروج و ورود به لوپش رو بهتر درست کن. یا همچین موایی در واقع شما لیترچرهایی رو میبینید که با تحلیل اتومیتا سعی کردن که این رو بهبود ببخشند. در مجموع گیر اینجا نیست. بیاید یک قطعه کد ساده رو نگاه کنید. اجازه بدید من این رو برای اینکه بهتر نمایش داده بشه به فرم بولیان بنویسم که if x، این عبارت سیه، یعنی اگه x غیر از صفر، و if not y، یعنی اینکه اینجا y صفر. خب جانم بله، تو ایف سوم من هر نسبتی بین x و y داشته باشم، یه پیچیده ترین نسبت چیده دیگه؟ xr دیگه، بیشترین حساسیت خروجی به بودید تو xr. این برانچ مستقل از این ایف و این ایف نیست. اگر این تیکن باشه، این هم تیکن باشه، تکلیف این رو باشه. اگر این تیکن باشه، این نات تیکن باشه، تکلیف این رو باشه. اگر این نات تیکن باشه، این تیکن باشه، تکلیف این رو باشه. اگر جفتشون نات تیکن باشن، تکلیف این رو باشه. پس برای تخمین بهتر این، به جای اینکه من بیام برای این نقطه بالاستقلال یه جدول درست کنم و سابقش رو نگهداری کنم، بیام چه بکنم؟ بیام این رو به یه شکلی وابسته به گذشته بکنم. درسته؟ روشن دیدم چه میگم؟ کلی تر بخوام بگم این است که ما تخمینمون نبایستی فقط به گذشته وابسته باشه، بلکه بایستی یک نگاهی به سابقه اجرایی کد داشته باشه. ایف نن السای تو کد چیه؟ ایف نن السا خیلی اوقات تحلیل حالتهای خاصه. نه قرار از شما یک کدی رو می‌نویسید، یه حالت خاصی پیش بیاد پیش نیاد، اینو بایستی مستقلن تیکرش کنید، مستقلن هندلش کنید. خیلی از ایف نن السا دو تا مسیر کدی است که یوزر بر اساس ورودیش تصمیم گرفته کدوم مسیر رو برود.
همه اینها نبایستی به سابقش نگاه کرد، بلکه گذشته و مسیری که انتخاب شده اون مسیر داره دائما تکرار میشه. این مثال یه مثال خیلی خیلی نقطه ای است که نشان میدهد یک تونه برند چگونه به گذشته وابسته است. کل دسته دوم پردیکتورها میگویند که من به جای اینکه بیام به سابقه یه دونه پردیکشن در یک نقطه نگاه کنم، میام نگاه میکنم که ترکیب برنج های قبلی چگونه است. یه رجیستر میذارم، یه لحظه من شک کردم که اسم این جدول رو درست نوشتم یا نه. یه چند تا اسامی شایدن نزدیک بهم، اجازه بده که اشتباه درست شد. چون این تیکن و نات تیکن هر دستور پرش رو وارد این در هر لحظه چی دارم؟ یعنی در هر لحظه ان تا برنچ قبلی رو خبر دارم که هر کدومش تیکن بوده یا نه تیکن بوده. درست شد؟ این رو میبرم در یه دونه جدول که توی این جدول اون کانتر دو بیت هم هست. اون کانتر دو بیت سچوریتینگ توی کانت تقریبا دیگه عمومیت داره، تقریبا استاندارد شد. پس اینجا داشتم چیکار میکردم تو روش‌های قبلی؟ تو روش‌های قبلی داشتم تعدادی از بیت‌های پی سی رو میبردم و نشون میدادم که آیا پرش قبلی وضعیتش چگونه است، دو بیت رو اختصاص میدادم. این میشود یک دونه correlating predictor یا global predictor. اصلا من کاری به سابقه این که این برنچ قبلا چگونه بوده کاری ندارم. من کار به این دارم که برنچ های قبلی در هر آدرس ممکنی که وجود میتواند داشته باشد وضعیتشون چگونه است. بر اساس اون تصمیم میگیرم که چی؟ بر اساس اون تصمیم میگیرم که الان تیکن اعلام کنم یا نات تیکن. طبیعتاً وقتی رفت جلو چه تیکن بود چه نات تیکن بود، این رجیستر به شکل صحیح بایستی آپدیت بشه. چی؟ کانتر دو بیتی یک دونه پردیکتور لوکال است. برای اینکه ما کماکان تغییر وضعیت در هر نقطه رو نمیخوایم به صورت سریع تکبیتی و صرفاً گذشته رو نگاه کنیم، آنچه که میخوایم پردیکت بکنیم کماکان میخوایم از یه دونه کانتر سچوریتینگ عبور بکنه. درست شد؟ این کار رو میخوایم در هر صورت انجام بدیم، لذا برای این میاد توی جدول. ما جدول احتیاج داریم در هر صورت. ما احتیاج داریم بدونیم بر اساس سابقه، وقتی سابقه هستش یک صفر یک صفر یک صفر، یعنی کل برنچ های قبلی یکی در میون تیکن نات تیکنن، برنچ بعدی چیه دیگه؟ از خود رجیستر که نمیتونم استخراج کنم. لذا شما این جدول رو به صورت یک بیت یا دو بیت احتیاج دارید، ولی یک بیت بیش از اندازه حساسه به تغییرات، انتخاب دو بیت کماکان ممکنه سه بیت هم باشه. درست شد؟ لذا جدول بایستی در اینجا باشه.
این دیدگاه اگه چیزی هست به هم بگید روشنه. این دیدگاه داره میاد دیگه کاملا فقط به سابقه نگاه میکنه، ببخشید کاملا به وضعیت گلوبال نگاه، هیچ نگاهی به سابقه نه. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی این است که من بیام هم اطلاعات سابقه رو حفظ کنم، هم اطلاعات چیو، هم اطلاعات دقیق تر بخوام بگم بهت، هم سابقه این برنج در این لوکیشن رو سیو بکنم و هم اطلاعات این که در این نقطه برنج های قبلی تیکن هستن یا نات تیکن. تو این جدولی که الان نشون دادم اون گوشه رو دیدید پیشیش رو نوشته بود یه دونه پردیکتور تو لوله، تو اسلایدش رو نشون دادیم، این می شود یک دونه پردیکتور تو لول. یعنی ما بیایم هم اطلاعات پی سی رو اثر بدیم و هم اطلاعات عرض به خدمت شما که برانچ هیستوری رو. لذا ما یه جدولی داریم که این کماکان این جدولی داره جدول دو بیت، هر کدومش داره سچوریتینگ کانتر دو بیت اینجا نشسته. خب آنچه که میخوایم بهش آدرس دهی کنیم عبارت باشد قسمتیش از پی سی، قسمتیش از برانچ هیستوری رجیستر. معنی این چیه؟ معنی این است که در هر نقطه بر اساس کلیه هیستوری های ممکن من دارم یه دونه اتومات های دو بیت نگه دارم. دوباره تکرار میکنم چون با قدم بعدی این کار سخت میکنم. در هر نقطه‌ای که آدرس وجود دارد، در هر نقطه‌ای که در هر آدرسی که یک دونه برنچ وجود دارد، هیستوری برنج هایی که تا این نقطه تیکن نات تیکن شدن همه ترکیب های مختلفش رو دارم حفظ میکنم، با ترکیب این دوتا میرم توی جدول. این اصطلاحا بهش گفته میشه حقیقت اسامی اینجا خیلی با هم دیگه آبلی میکنه، خیلی با هم قراقاتی میشه، بعضی ها به این میگن تو لول، بعضی ها به قدم بعدی میگن تو لول، ولی حالا گفتن یک تونه correlating predictor در این نقطه هیچ اشکال نداره. ببینین اثر این کار چگونه است. این چراغ پشت چیز رو خاموش کنید. برای اینکه این شکل بعدی روشن بشه من این سابقه رو نشون بدم. این نتیجه ایست که خدمتون عرض کردم که اگر ما به ازای انتریامون دو بیت در نظر بگیریم که گفتم دیگه تقریبا اتومات های مرسومه و انتریامون باشه 4096 تا، شما تو اون ستون 256 تا 4096 رو دیدید، ولی فرض بکنید که 4096 بشه بعد آنلیمیتد،
سایز جدوله دیگه اثری نداره. یک کوچک اینجا کمتر شده، یک کوچک اینجا کمتر شده. خب حالا بیایم 4096 تا انتری با 2 بیت. چند بیت مموریه؟ هست 8K مموری دیگه. ببین 8K رو یه جور دیگه خرجش کن. ببین 8K رو به این شکل خرجش کنیم که تعداد انتریامون رو بکنیم 1024 تا، این جدول رو بکنیم 1024 تا، ولی 1024 تایی که هر کدوم از اینها داره 10 بیت پی سی رو میگیره و داخلش 4 تا 2 تا هست که با 2 بیت هیستوری در بیاد. به عبارتی جدولمون کماکان 4096 تا انتری داره، ولی این 4096 تا تشکیل شده است از 2 بیت هیستوری و 10 بیت پی سی. تو حالت قبل 12 بیت پی سی بود. پس مقایسه ها با چیه؟ 4096 تایی 2 بیت پر انتری آنلیمیتدی که دیدید و 1024 انتری 2-2. این 2-2 اسپزاری کتابی که چگونه این رو بیان کرده، مشخصاً 2 بیت هیستوری رو گرفته. برای اینکه مقایسهش یر به یر و متناظر باشه بایستی 10 بیت پی سی رو بگیره، بشه همه 12 بیت. میس پردیکشن نیا کنین، از 10% آمده به 5%، از 18% آمده به 6%، از 5 شده 4، از 12 شده 11، از 9 شده 5، از 9 5. اینجا اثری نداشتیم، اینجا هم تقریبا 0 شد. این نشان میدهد که مسیرمون درست، یعنی فقط نبایستی به سابقه نگاه کرد، بلکه علاوه بر سابقه لوکال، سابقه گلوبال هم اهمیت. ولی اگر من بخوام این تعداد بیت های سابقه رو افزایش بدم، این جدولم به صورت شدیدی بزرگ میشه. اگر من بخوام 10 بیت پی سی رو بگیرم، 10 تا برنچ قبلی رو هم درش اثر بدم، این جدول میشود 2 به قوه 20 که غیر عملی است. میای یه کار دیگه انجام میدم. یه لحظه این قسمت رو فراموش کنید، چون آلفا 2 تا قدم رو با هم دیگه برداشته به عنوان یکی از نقاط نقطه عطف توی سابقه برانچ پردیکشن. ما علاقمند بودیم که اطلاعات پروگرام کانتر و اطلاعات هیستوری رو با هم دیگه ببریم توی جدول. اگر من بخوام 10 بیت پروگرام کانتر رو و 10 بیت هیستوری رو با همدیگه ببرم توی جدول، میشود یه دونه جدول 2 به قوه 20، جدول ایدئالی که به ازای همه ترکیب رخ داد و عدم رخ داد، تیکن نات تیکن برنچ های قبلی، در این نقطه داره یه امکان پردیکشن به من میده. امکان پردیکشن دادن یعنی یک دونه اتومیت های 2 بیت یا سپید در اختیار من گذاشت. این حجم خیلی بزرگ. این چی میگه؟ این میگه من پروگرام کانتر رو دارم، در این نقطه هیستوری تیبل رو بر اساس 10 بیت فور میکنم. به جای این که برای پردیکتورم ترکیبی از پروگرام کانتر و 10 بیت رو اثر بدم، صرفاً 10 بیت هیستوری رو اثر بدم. این حرف چی میگه؟ این میگوید که پترن های مشخص پردیکشن های مشخصی داره.
و اینه که در این نقطه به کدوم پترن رسیدیم اهمیت داره. تفاوتش مشخص شد. برنچ هیستوری داره پترن تیکن نا تیکن تو الان نشون میده. یه حالت ایدئالی که دنبالش هستیم این است که در هر آدرسی که برنچ حضور دارد کل پترن های محتمل رو سیف کنیم و تبدیل بشه به یه جدول فوق العاده بزرگ. در 1024 تا لوکیشن در هر نقطه 1024 تا پترن مختلف ناشی از 10 تا پرش قبلی میشود یه دونه جدول 2 به قوه 20 که در هر لحظه بایستی به این ترکیب آدرس دهیش کنید. این دیدگاه میاد میگه چه؟ نه، میگه من در هر لوکیشن پترنم رو حفظ میکنم، ولی این پترنا اهمیت ندارد که این پترن در این نقطه برنش باشه در برنش بغل دستی باشه. پترنا همگی از یک شکل ثابتی تبعیت میکنن. به این ترتیب باز به یه زبانی بعضی ها رسمن این رو تو لول میدونند، به صورت رسمی پروگرام کانتر پترن تیکن نات تیکن رو مشخص میکنه. در جدول دوم تیکن نات تیکن پترن تیکن نات تیکن در اینجا ما رو میبره تو یک دونه کانتر سه بیتی پردیکشن رو میده. درست شد؟ قدم دوم زیبایی که برداشته آلفا توی 21264، یه لحظه اینو بذارید کنار، این دفعه این گلوبال پرودکتر رو نگاه کنید. به نظر میاد که به صورت گلوبال هم بعضی از پترن ها میتونن برای ما پاسخگو باشد. لذا کماکان 12 بیت هیستوری رو به من یک دونه پرودکشن بده. این یک پردیکشن است که بسیار بیشتر به نقطه لوکال من وابسته است. خیلی هم لوکال نیست که همه چیز رو صرفا ببره در دو بیت، بلکه داره تو پترن این نقطه به من یه پردیکشن میده. این هم کاملا وضعیت گلوبال. خب اگه اینا دعواشون شد چیکار کنیم؟ اگه اینا دعواشون شد یه جدول سومی میگذاریم که این جدول سوم که این دفعه داره بر اساس پی سی آدرس دهی میشه، میگوید که در این برنچ این نقطه آیا گلوبال پردیکشن ارجحیت دارد یا لوکال پردیکتور یا کورلیتینگ لوکال پردیکتور اهمیت سابقش بهتر. کل این ساختار برای عرض به خدمت شما که اسمش می شود یک دونه تورنومت پردیکتور، من فکر می کنم با یه سی جمله رو اینجا اصلاح کنم. چویس پردیکشن بر اساس سابقه است نه بر اساس پیس، بر اساس 12 بیت سابقه داره انتخاب می کنه. اینو با یه سی دقت باید دوباره نگاه کنم. بالاخره بر اساس یکی از این شرایط که روی پی سی است یا روی سابقه داره انتخاب میکنه کدوم رخ بده. دوباره تکرار میکنم، یک تونه لوکال پردیکتور داریم، یک تونه گلوبال پردیکتور. گلوبال پردیکتور ما تنها اطلاعاتی که براش مهمه این است که سابقه برنچ ها آنچه که اینجا به عنوان پس هیستوری ضبط شده چیست، بر اساس 12 تا برنچ قبلی و پترن تیکن نات تیکنش پردیکت میکند که این که الان آمده تیکن یا نات تیکن. پردیکشن بر اساس اون اتومیت است. دو، بر اساس اینکه ما کجا باشیم، پروگرام کانترمون چیست، برنچ کجاست، یک دونه پترن 10 بیتی استخراج میکنیم و پترن 10 بیتی به ما میگوید که بر این پترن احتمالاً برنچ متناظرش تیکن یا نت تیکن. این کماکان داره پترن رو نگاه میکنه و این پترن عرض به خدمت شما مبتنی بر اطلاعات لوکاله. این میشود یک دونه لوکال پردیکتور. جنس این برنچ آیا از جنس گلوبال است یا از جنس لوکال است، یک دونه پردیکشن جدول دیگری داریم که انتخاب بکنه کدومه. این هم بر اساس سابقه خودش
این هم بر اساس سابقه خودش تخمین میزند که این پترنی که تیکن نات تیکن هست آیا جنس گلوبال درش موثرتره یا اطلاعات لوکال اگر با هم دیگه اختلاف داشته باشه، اگر با هم دیگه مساوی باشن. یه دونه دو بیت پردیکتور لوکال بر اساس اینکه سایزمون رو چقدر افزایش بدهیم، این سایز اگه اشتباه نکنم بر اساس کیلو بیت هست. بدیهی است پردیکشنمون بین الگوریتم های مختلف ترتیبش مشخصه، لوکال میس پردیکشنش بالاست، کورلیتینگ وضعیت بهتری داره و اگر ما ساختارمون ساختار تورنمنت باشه میتونیم وضعیتمون بهتر باشه، ولی هر سه تا با افزایش سایز به یه عدد مشخصی سچوری میشه. بالاخره ما بعضی جا هست نمیتونیم حدس بزنیم، این دیگه شکی نیست که در واقع این عدد یه چیز حدودی 2.6 دهم 2.7 دهم درصد توی این بنچمارکی که اینجا ذکر شده برای پردیکتور تورنمنت، اگر به شکل کورلیتینگ باشه حدود 1% بیشتره و اگر به صورت لوکال باشه میبینید ما خیلی زود اولا سچوره میشیم. توجه کنید که این کرو ها نقطه این که خطش کاملا افقی هم بشه اهمیت داره، ما اینجا اگر بیشتر هزینه کنیم داریم بیشتر نتیجه میگیریم، ولی به این مدت دیگه اینجا این گونه نیست، اینجا خیلی زود توبیت رو دیدید که توی 40-96 خیلی زود سچوره میشد دیگه. این عدد رو اگر بگیرید آنچه که توی دو بیت پردیکتور هست، چیزی که تو ذهن من این است که بیش از 16 کی اینتری نیست، که 16 کی اینتری میشه سایز 32 کی، بیش از اون ما نتیجه ای نمیگیریم. دو بیت نکته و اگه ابهامی هست بگین، این سکوت دوباره از اون سکوت کشنده هاست که من خوشم نمیاد. برای در هر چی 6 تا بیت احتیاج داری مترجم؟ در هر سطحش مثلا درست اینا متناظر نیستن، دو تا واسه گلوبال، دو تا واسه اون دو تا واسه محلی گلوبال، نه اصلا جدول های مختلفی هم دخلی هم به هم دیگه ندارن. الان ولی سایزمون داره 3 برابر میشه. بله بله بله. اشتباه نشه ببینید، اینها نرم شدن به سایز، این پایین سایز واقعی جدول تعداد انتری ها نیست، این سایز واقعی جدول. بعد این سایز واقعی جدول و فقط تعداد انتری ها نیست، لذا این نکته که شما میگید کاملا درسته که من اینجا دارم تعداد بیت های بیشتری میدم ولی تعداد بیشتر اینجا داره در نظر گرفته میشه. ولی عیب کار چیه؟ عیب کار این است که این زود سچوره میشه، یعنی شما هزینه کردن در اینجاتون سودی نداره. درست کردید؟ اگر هم به قول معروف پول داشته باشید بخواید این سیلیکون رو خرج بکنید با این الگوریتم نتیجه اینه میگیرید، بلکه شما با یه سری الگوریتمتون رو عوض کنید. من نمیدونم که آیا ابتدای درس این کتاب رو هم معرفی کردم یا خیر. این کتاب کامپیوتر آرکیتکچر کماکان از آقایون هنسی و پترز. از نظر تاریخی این کتاب قبل از کامپیوتر ارگانیزیشن اند دیزاین نوشته شده، ولی از نظر محتوا سخت‌تر و پیچیده‌تر از اون کتاب. به صورت معمول ما یه چیزی حدود مثلا یه سوم درسگاهی کمتر خیلی سریع بایستی مطالب اون کتاب رو که در یکی از اپندیکس های این هست رو مرور کنیم و برسیم به این کتاب. اینجا به دلیل اینکه درس ساختار خیلی ابتدایی برگزار میشه این نسبت برعکس شده، ما عمده قسمت ها رو مجبوریم روی کتاب اول برگزار کنیم سپس برسیم به این کتاب.
فصل اول این کتاب رو من مشخصاً براتون ایمیل میکنم که وارد همین مباحث میشیم. در واقع دقیقاً وارد این مباحث میشیم که چگونه استراکچرال هازارد ها رو، دیتا هازارد ها رو و کنترل هازارد ها رو رفع بکنیم و مباحث مربوط به سوپر اسکیلر رو در بیاریم. مباحثمون که تمام بشه برمیگردیم به بحث کش و انشالله ترم رو به پایان میبریم. هر دو تای این کتاب ها اخیراً ادیشن جدیدش اومده که ما فعلاً هنوز با ادیشن 5ش ادامه بدیم تا اینکه انشالله ادیشن 6 عرض به خدمت شما دست ما برسه. جانم؟ ببخشید، ادیشن 4، ادیشن 5 جفتشون در آمد، عذر میخوام، جفتشون یه واحد اضافه گفت. در واقع این هم در اختیارتون هستش که وارد جزئیاتش بشید. من فقط یه مروری کنم که چیزی جان انداختم. خب یه نکته مهم، هم ارز برنچ ها و مسائل مربوط به برنچ پردیکشن و شبیه اون، ما مسئله این دایرکت جامپ ها رو داریم. اگر ما دستور جامپ داشته باشیم، حتی در استیج فچ میتونیم این رو تشخیص بدیم که یک دونه جامپه و با یه دونه کنترلر کوچیک تو قسمت جامپ میتونیم مسیر رو عوض بکنیم. ما جلوتر که بریم خواهید دید که این استیج های پایپلاین ما خیلی مستقل تر میشن و مشخصا وظیفه استیج فچ این میشود که یه صفی از دستورالعمل ها رو برای ما درست بکنه و خیلی جاها منتظر بقیه واحدا برای پر کردن این فچ، برای پر کردن این عرض به خدمت شما صف نمیشه. اونجا امکان این که جامپ رو دیتکت بکنیم، خصوصا اگه یه دستوری مثل دستورالعمل میپس داشته باشیم که جامپش خیلی صریحه و دیکود کردنش خودش مصائب پشت سرش نداره، میتونیم سریعا دیکود کنیم و واقعا جامپ بکنیم. ولی دو تا چیز کارو سخت میکنه. مشخصا جامپ رجیستر، وقتی که شما میخواید جامپ بکنید و اطلاعاتتون مبتنی بر رجیستره و همه عرض این توی پردازنده هایی که عرض به خدمت شما استک دارند وقتی میخوان ریترن بکنن، ریترن هم یک دونه جامپ این دایرکته که آدرس پرشمون از یه استک داره میاد. حالا اگه میپس باشه که این رجیسترش از استک خونده سپس جامپ رجیستر کرده، استکی که تازه به صورت مجازی بود، یا اگه پردازنده باشه که صراحتن استک تعریف کرده باشه مثل x86 این دیتا باید خونده بشه. دوباره این دستور از بابت قابلیت این که ما به صورت استاتیک تشخیص بدیم پرشمون کجاست وجود نداره، از این بابت که وابسته به دیتاست یه جوری شبیه برنچ. برنچ ما وابسته به یک مقایسه، به یک دونه شرطیست که بعدن تحقق و عدم تحققش مشخص میشه. این جامپ وابسته به یه دیتاییست که بعدن مشخص میشه. لذا هم عرض این کانسپت های برنچ پردیکشن برای جامپ های این دایرکت هم عرض به خدمت شما یه همچین سابقه ها و جدول های ساخته میشه که ما هرگاه جامپ این دایرکت دیدیم، جامپ رجیستر دیدیم، ببینیم بر اساس سابقهش به کجا پرش کرده، موقتا پرش بکنیم، اگر اشتباه کردیم اصلاح بکنیم. قاعده کلی رو فراموش نکنید. ما قرارمون بر این است که امکان اصلاح رو داشته باشیم، امکان خط زدن نتایج رو داشته باشیم. خط زدن نتایج هم یعنی این که داده رو توی رجیسترها ننویسیم، داده رو توی مموری ننویسیم، ولی این که داریم محاسباتی رو انجام میدیم اجازه داریم این کار رو بکنیم. پس هم عرض و شبیه برنچ پردیکتورها عرض به خدمت شما که ما این دایرکت جامپ ادرس پردیکشن هم بایستی توجه داشته باشیم و در نظر بگیریم. این هم یکی از عرض به خدمت شما دیگه از نقاطی است که معمولا منجر به این تیبل میشه. نکته بعدی در واقع برنچ ها مشخصا لوپ های فوق العاده کوتاه. تو همه این روش هایی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم،
یه نکته‌ای وجود داره، یه نکته‌ای وجود داره و اون این است که این پس هیستوری که سابقه پرش ها و غیر پرش ها، تیکن و نات تیکن پرش هاست، خیلی دیرتر عرض به خدمت شما که آپدیت میشه. لذا ما یه اختلاف خوندن و آپدیت شدن توی پایپلاین داشتیم، برای اون کنترل هازارد ایجاد شد، آمدیم اون رو اصلاح کنیم با یه سری پردیکتوری که توش یه تیبلی هست که دوباره اون تیبل تو مرحله فچ داره خونده میشه اطلاعاتش، برای ما داره پردیکشن انجام میدهد، ولی اطلاعات این بعدها داره اصلاح، بعدها داره نوشته میشه با اطلاعات زن. اگه فاصله این برنچ با تکرار خودش طولانی باشه اتفاق بدی نیست. اگه از این برنچ تا رخداد مجدد این برنچ در 15 تا سیکل طول بکشه، میتونیم امیدوار باشیم که جدولش هم آپدیت شده، پردیکشن قابل قبولی به ما ارائه میده. ولی اگر فاصله خیلی نزدیک باشه، پردیکشن چه خواهد بود؟ پردیکشن برمیگرده به اطلاعات قدیمی، داره پردیکت میکنه هنوز اطلاعات جدید آپدیت نشده. این مشخصا در لوپ های خیلی کوتاه رخ میده. اگه شما شرط لوپتون خیلی بدنه لوپتون فوق العاده کوتاه باشه، شرط برنچش داره تکرار میشه و در فاصله های کوتاه، احتمال اینکه برنچ های پراکنده ما با فاصله نزدیکی رخ تکرار بشن کمه. توی پردازنده ها همه رو توجه بکنید به این قصه، همه رو توجه بکنید که ما امروزه با یه سوپر اسکیلرهای 6 مسیره، 8 مسیره، 10 مسیره برخورد داریم که هر چقدر اشتباه کنیم ضرره. عرض به خدمت شما که برای تشخیص لوپ های کوتاه، چون اینجا اصلا اطلاعات از کامپایلر هم نمیتونیم بگیریم، در واقع یه خانواده دستورالعمل است که بایستی باش زندگی کنیم، برای تشخیص لوپ های کوتاه و پردیکشن اونها معمولا مسیرهای خاصی وجود داره. وقت اگه ما بدونیم لوپ، اگه ما بدونیم یک دونه برنچ مربوط به یک دونه لوپه، در این صورت میتونیم قرار رو بذاریم برای اینکه شرطمون دائما بشود تیکن یا بر بشود نات تیکن، برای اینکه لوپ جنسش چگونه است. لذا شما توی پردازنده های جدید یه واحدی میبینید که وظیفش تشخیص لوپ های کوچک، برای اینکه لوپ ها اگه بزرگ باشن این پاسخگوئه، ولی اگه لوپ کوچک باشه این پاسخگوئه است. این رو هم بد نیست من بهش اشاره کرده باشم. بحث بعدی که از قلم نیفتاده باشه این بحث کلیه، کانسپت برانچ پردیکشن جزء کانسپت های باز امروز دنیاست. یعنی هنوز جای نوآوری و جای این که ما این عددها رو کوچکتر و کوچکتر بکنیم وجود داره. بعضیا حتی به سمت پیاده سازی های فوق العاده سنگین و گران قیمت مبتنی بر مثلا هوش مصنوعی هم رفتن، که ما اینجا به جای اینکه این الگوریتم رو داشته باشیم، بریم یه دونه شبکه هوش مصنوعی رو اینجا ترینش بکنیم و او به ما پردیکشن بدهد. یعنی اینقدر هم ارزش هزینه کردن داره. سرجم این است که برنچ پردیکشن یه سرفصل باز هست، یعنی که برخلاف دیتا هازارد که مسئله گویی حل شده است، مسئله به یه شکلی حل شده است، توی برانچ پردیکشن هنوز ما جای اپتیمیزیشن داریم. کار البته کار سختی است، آنچه که الان بخواهد انجام بشود، ولی جای نوآوری و کار و ظرفیت برای این منظور وجود داره. این هم یک نکته. خیلی سریع من چند تا عرض به خدمت شما که چند تا مثال واقعی هم زده باشم. این رو الان من فکر میکنم یه مقاله ای هم هست در ارتباط با جزئیات بخش های مختلف آلفا 21-264، این رو هم خدمتتون ارسال میکنم. ما به بعضی از سرفصلاش میپردازیم، بعضی از سرفصلاش بهش نمیپردازیم. مشخصا
توی 21264 پایپلاینمون 8 استیجه و پنالتی میس پردیکشن 7 سایکله. این ساختار پایپلاینش توی این مقاله‌ای که براتون بفرستم مشخصا هست. کشمون 64 کیلوبایت تو ویه. پردیکتورمون 4K انتری پی اچ تی داره و 2 بیت کانتره. خب من اینجا یه گیری دارم که این اسامی اسگذاری خاصی است بر اساس یه مقاله ای، ولی این 12 بیتی که اینجا هست، من فکر کنم چون شکلش رو نشون دادیم دیگه لازم نیست بهش بپردازیم. این 12 بیت گلوبالی است که در عرض به خدمت شما که بر اساس سابقه آدرس دهی میشد و یک دونه 10 بیت چکارش کنم؟ من میخواستم به این نپردازم چون بیشتر آزاردهنده است. بذارید ببینیم بقیه پردیکتورها چگونه است، میتونم از این بگذرم. اینو حداقل در مورد 21264 دید. توی اولترا اسپارک پایپلاین 14 استیجه و برانچ پردیکشن توی استیجای 2-3 رخ میده. 16K انتری 2 بیت وجود داره. برای اینکه اینها رو با هم دیگه ترکیب بکنه به جای اینکه کنار هم دیگه بگذاره، آمده بیت های پی سی رو با رجیستر گلوبال هیستوری رجیستر عرض به خدمت شما ایکس اور کرده، برده تو جدول. به عبارتی از این مدل استفاده کرده. این جدول 16K انتری داره، فقط قسمت بی سی، قسمت پی سی و هیستوری رجیستر به جای اینکه کاملا سوا باشه رو همدیگه آورلپ دارن، با همدیگه ایکس اور شدند. کار دومی که رخ داده اینجا این است که ما علاوه بر اینکه مسیر پردیکشن رو درست کردیم، وقتی به پنالتی میخوریم و مسیرمون اشتباهه، اینی که بریم مسیر درست رو هم پیدا کنیم خودش یه هزینه است. میاد یه صفی هم درست میکنه برای مواردی که میس بشود. اگر پردیکشنش اشتباهه دیگه نخواهد مسیر فش رو از ابتدا طی بکنه، چون هنوز یه احتمال ضعیفی وجود داره که اون مسیر رو فعال بکنه. در صف عرض به خدمت شما، صفی که فش تعیین میکنه، یه دونه مسیر میس هم داره. گفتم این ایده فراتر هم میرود در جایی که ما مسیر برنچ تیکن نات تیکن رو هر دوتا رو اجرا هم میکنیم و یکیش رو خط میزنیم. یعنی اینی که صرفا تو صف نگه داشته، این امکان هم وجود داره که جفتش رو اجرا کنیم، چون واحدهای سوپر اسکیلرمون احتمال خالی بودنشون زیاد. توی پنتیوم 3 اولا پنالتی ها رو نگاه کنید. اگه نات تیکن باشه پنالتی نداره، پس معلومه پایپ داره همجوری پر بکن. اگر پردیکتش به تیکن باشه و این هم کرکت باشه، یه سایکل پنالتی داریم. چرا؟ چی؟ در واقع وقتی ما پردیکت بکنیم، نفس این که بریم پی سی مقصد رو محاسبه کنیم و فش کنیم، داریم پنالتی میگیم. اگر میس پردیکت بکنیم، حداقل 9 سایکل و گاهی و احتمالاً تا 26 سایکل داریم پنالتی میدیم که اوریجش 10 تا 15 است. جدول اولیه‌مون یه دونه 512 است. عرض به خدمت شما که لوکال، ببخشید.
پردیکت دایرکشن 4 بیت هیستوری داره به علاوه پی سی و یه نکته‌ای دارد که اگر داینامیک برانچ پردیکتور ما چیزی رو جواب ندهد معمولاً بر اساس یکی از الگوریتم‌های استاتیک این رو بایستی تخمین بزنید. دوباره هزینه ها رو نگاه کنیم. اگر کرکت پردیکت بکنیم به عنوان تیکن یک سایکل خسارت داریم. اگر میس پردیکت بکنیم حداقل 10 سایکل خسارت داریم. یک دونه بای مدل داریم 2K انتری. تعداد استیجر هم بد نیست، نگاه کنید که توی اینتجرمون 10 استیجه، توی فلوتینگ پوینتمون 15 استیجه. من چند تا دیگه از اسلاید دارم، این دیگه تمام. پس من این رو هم بهش اشاره کنم. اگر کسی علاقمند باشه یه مقاله مفصلی هست که بین برانچ هیستوری و پی سی این که اینها چگونه با هم ترکیب بشوند همه ی حالتهای ممکنش که اگه اشتباه نکنم 9 حالت میشود رو استخراج کرد. اینه که ما آدرس رو به این شکل با هم دیگه ترکیب بکنیم یا به صورت دو مرحله‌ای ترکیب بکنیم. عرض به خدمت شما، تک به تکش رو اسپزاری کرده، هزینه‌ش رو حساب کرده، این حاصل یک کار در واقع PhD یا آقایی است که در واقع کانسپت‌های تو لول از اون زمان‌ها معرفی شد. آنچه که ما در اینجا انجام دادیم یه وقت هستش که PC و سابقه با همدیگه ترکیب میشن، به عنوان پس هیستوری تیبل میاد. بعضی اوقات با پی سی میریم یک دونه پترن رو استخراج میکنیم یا این پترن به تنهایی مثل اونچه که تو 2164 دیدید یا با پی سی با همدیگه تلفیق میشن میرن توی پس هیستوری تیبل نتیجه اونجا. این دوباره چیه؟ این در واقع اون عرضی است که داره اتومیت های 2 بیت و 3 بیت ما اینجا میشنه. من نتیجه تیکن نا تیکن رو تو هر لحظه میده. برای اینکه کدوم از اینها دقیقاً باشن دقیقاً وابسته به هزینه است. اگه ما بخوایم کل هیستوری رو با کل پی سی قابل توجه با همدیگه داشته باشیم حجم مموریمون خیلی بزرگ میشه، لذا معمولاً سعی میشه به سمت ساده شده. شما انشالله امروز هم فصل اول این کتاب رو همین چند تا رفرنس رو در مورد برانچ پردیکشن رو با ایمیل از من دریافت میکنید که این مبحثمون تمام بشه بتونیم به بقیه مباحثی که داریم بپردازیم. این نکته ای هست که بفهمید که خیلی متشکرم. متشکرم.